تسلط بر بازی درونی ثروت راز و رمزهای یک ذهن میلیونر نوشته تی هارو اکر راز و رمزهای یک ذهن میلیونر در سال 2005 نوشته شد و توضیح میده که چطور مردم به طور ناخودآگاه روی کردها و الگوهای رفتاری انعطاف ناپذیری در رابطه با ثروت پرورش میدن روی کردها و الگوهایی که از والدینشون آموختن و تعیین کننده ثروت اونها در آینده است کتاب اصول راهبردی کلیدی و الگوهای فکری که میلیونرها باش زندگی میکنن رو ارائه میده و هر کس که میخواد ثروتمند بشه باید این اصول و الگوها رو بپذیره برای چه کسانی این کتاب هر کسی که به رمز و راز به دست آوردن پول علاقه منده. هر کس که میخواد در دراز مدت شاید افزایش مداوم ثروتش باشه در مورد نویسنده مقداری بدونیم تی ها یک نویسنده پرفروش کارآفرین و سخنران انگیزشی است اون تجارتش رو تنها در عرض دو سال و نیم گسترش داد و مولتی میلیونر شد حالا هم سعی داره دانشش درباره موفقیت مالی رو در سمینارهای فشرده ذهن میلیونر گسترش بده خب سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنونده های خوب سایت سوخت جد ما امیدوارم حال و احوالتون باشه با یک کتاب دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم که بتونیم کنار هم دیگه مطالب جدید و مفید دیگه رو یاد بگیریم شما عزیزان میتونید برای دانلود کتاب های صوتی پادکست ها و تمامی پکیج های آموزشی ما به سایت سوخت جد مراجعه کنید با ما همراه باشید درس شماره یک الگوهای فکری خاصی ثروت ما را از پیش برنامه ریزی می کنند. هر کسی رابطه متفاوتی با پول و ثروت داره. بعضی ها انگشتان جادویی شاه می داست رو دارند. هر چی که بهش دست می زنند به طلا تبدیل می شه. سایر آدم ها با یه مفهوم تجاری خوب پول زیادی به دست میارند اما بعد به خودشون مغرور میشن و همه رو فراموش میکنن. یا که توی یه سرمایه گذاری اشتباه همش رو از دست میده بقیه هم که حتی یه چند دقیقا سرمایه گذاری نمی کنن و در هر حال همیشه بی پولن خیلی فکر میکنن که به محض اینکه دانش صحیح درباره استراتژی های تجاری و مدیریت مالی رو فرا گرفتن خود به خود از نظر مالی موفق میشن اما درآمد و معاملات پولی اونها چندان به مهارت، شانس یا سرنوشت بستگی نداره بلکه بیشتر به الگوهای فکری ناخودآگاهی که در همه ما نهادینه شده بستگی داره هر کسی ساختارهای فکری خاصی رو در هارد درایو اینترنال خودش ذخیره کرده برنامه میلیونرها برای ثروت تهیه شده در حالی که برنامه سایرین برای سطح درآمد متوسط یا پایین تهیه شده تجربیات کودکی و کسانی که الگو و سرمشق ما بودند این الگوهای فکری رو شکل دادن و الان رفتار ما رو تا حدی هدایت میکنند و همین خودش بعدا بر میزان ثروت ما تاثیر مستقیم می‌ذاره. چه از هزار حرف بزنیم چه از میلیون یا از میلیارد درآمد افراد به ندرت از سطحی که در کودکی براشون تعیین شده منحرف میشه چرا چون ناخودآگاهشون اونها رو مثل یک ترموستات تنظیم میکنه اگه ترموستات خیلی پایین تنظیم شده باشه به محض اینکه دستشون به مقداری پول بیشتر برسه اون پول رو حروم میکنن اما اگه ترموستاتشون بالا و به روی ثروت تنظیم شده باشه اونا بلا فاصله کمبود پول رو پس اندازه جبران میکنن و معمولا از رشد ثروتشون اطمینان حاصل میکنن بیشتر آدم ها برای کسب درآمد پایین برنامه ریزی شدن که این یعنی آدم های زیادی هستند که پتانسیل ثروتمند شدن رو دارن اما آدم های بسیار کمی موفق میشن که ثروتمند باقی بمونن و یک ثروت رو واسه خودشون جمع در مقابل ممکنه میلیاردرهای خود ساخته مثل دونالد ترامپ مقادیر زیادی رو از دست داده باشن اما اونها همیشه ثروتشون رو دوباره به دست میارن چون مثل میلیاردرها فکر میکنن هر کسی که میخواد از اونها پیروی کنه باید یاد بگیره که الگوهای فکری قدیمی خودش رو نادیده بگیره و اونها رو با تفکر میلیونی بازنویسی کنه. درس شماره دو الگوهای فکری ما بر اساس چیزی که والدین درباره پول به ما یاد میدن شکل میگیره. ذهن ما مثل کامپیوتره. مهمترین برنامه ها در دوران کودکی نصب شدن. الگوهای تثبیت شده در درون ما بر اساس اولین ادراک ما هستند. چیزی که به هنگام بچگی از والدینمون درباره پول مکررا شنیدیم به طرز دائمی توی ذهنمون ذخیره شده و نظرات ما رو شکل میده نظراتی که در نهایت تعیین کننده طرز فکر ما درباره پول در زندگی است گفتن چیزهایی مثل پول ساعت چشمه تمام پلیدی هاست، پول علف خرس نیست و پول خوشبختی نمیاره ما عنوان الگوی طرح مالی در ذهن ما ریشه دادن و روی نظر ما درباره پول تاثیر گذاشتند از اونجایی که والدین ما به هنگام کودکی بیشترین میزان گذاری رو بر ما داشتن تنها دو راه احتمالی برای برخورد با باورهای اونها در مورد پول و ثروت وجود داره میتونیم با اونها همانندسازی کنیم و بپذیریمشون یا که میتونیم تقیان کنیم و اونها رو پس بزنیم در رابطه با پول و ثروت ما یا در مقیاسی مشابه والدینمون فکر میکنیم و یا میخواهیم کارهایی کاملا متفاوت انجام بدیم با این حال مخالفت به تنهایی برای شکستن الگوی طرح مالی کافی نیست به همین دلیلی که اغلب برای کسب ثروت انگیزه های اشتباهی کسانی که می میکنن را هدایت میکنه اونها در حقیقت نمیخوان ثروتمند بشن بلکه فقط میخوان علیه والدین توهی دستشون تقیان کنن یا که احساس کنن که اونها برتر هستند رفتاری که از والدینشون آموختن هنوز هم به اونها مسلطه حتی اگه تلاش زیادی کنن و مقداری هم پول به دست بیارن باز هم اگه به شدت روی خودشون کار نکنن و الگوی طرح مالی درونی شدهشون رو دور نریزن احتمالا خیلی زود از دستش میدن اما پول درآوردن واسه کسایی که در سنین سن پایین یاد گرفتن که با پول میشه هر کاری کرد خیلی راحت تره چون انگیزه آزاد و مستقل بودن رو هم میشه با پول ارضا کرد درس شماره 3 ما ناخداگاه استراتژی های درآمدی والدینمون رو تکرار میکنیم نگرش درونی سازی شده ما نسبت به پول و ثروت نه تنها بر اساس گفته های والدینمون بلکه بر اساس یک الگوی رفتاری مشروط خاص نیز است روشی که والدینمون باش پول در آوردن و روشی که این پول رو مدیریت کردن مادرم هم همین کارو میکرد یه پاسخ موثق به سوال چرا مسائل مالیت رو از این طریق مدیریت میکنیه به این سوال که چرا ماکارونی رو اینجوری درست میکنی؟ بیشباهت هم نیست. ما وقتی بچه بودیم و میرفتیم از مادرمون پول میخواستیم مادرمون همیشه میگفت بر از پدرت پول بگیر. و این تفکر که مرد مسئول امورات مالی است و زن نمیتونه این مسائل رو خوب مدیریت کنه روی ذهن ما تأثیر گذاشته. یا برای مثال اگه والدین ما در دوران جنگ جهانی دوم یا بحرانهای اقتصادی زندگی میکردند تجربه کم بود به روی الگوی رفتاری ما تاثیر میذاشت و ما همیشه فکر میکردیم که هر چه قدم که پول داشته باشیم باز هم هیچ وقت کافی نیست. تجربه که ما به عنوان یه بچه برای اولین مواجهه با پول داریم خیلی مهمه. چون ما رفتار والدینمون رو به دقت بررسی کردیم و اونا رو در نیمه ناخودآگاهمون ذخیره کردیم و وقتی به هنگام بزرگساری شروع به پول درآوردن میکنیم الگوی درآمدی والدینمون رو تقلید میکنیم اونم بدون اینکه حتی این رو بفهمیم نویسنده داستان خودش رو به عنوان اولین مثال تعریف میکنه پدر نویسنده بنا بود و با خرید و فروش خونه بارها و بارها به ثروت رسید اما بعدش کل سودش رو در پروژه های جدید سرمایه گذاری میکرد و همیشه هم در نهایت برشکسته میشد نویسنده هم این تغییر موقعیت ناگهانی و شدید رو مدام در تلاش اولیه تجاری خودش تقلید میکرد. بدون اینکه ریشه شکستش رو بفهمه انسان مخلوق عادته وقتی یه چیزی رو یاد میگیریم فراموش کردنش کار ساده ای نیست ما بعدها تنها در صورتی میتونیم از ساختارهای فکری والدینمون رها بشیم که ازشون مطلع بشیم و آگاهانه مسیرمون رو عوض کنیم درس شماره چهار پیش از اینکه طرز فکرتون رو عوض کنید یه فهرست کامل ازش تهیه کنید اگه به سطح رفاهی که میخواید نرسیدید معمولا بیشتر از اینکه به عوامل بیرونی مربوط باشه به محیط درونی سوخت جت و مرتبطه اما هرگز واسه تغییر دیر نیست اولین گام برای موفقیت مالی بیشتر اینه که متوجه شید شما گرفتار یک الگوی فکری شدید و به همین دلیلی که ثروتمند نمیشید به محض اینکه این الگو رو شکستید کاری که بعدش باید بکنید اینه که متوجه شید این الگو از کجا اومده اگر به سطح رفاهی که میخواید نرسیدید معمولا بیشتر از اینکه به عوامل بیرونی مرتبط باشه به محیط درونی ناخداگاه مرتبطه اما هرگز واسه تغییر دیر نیست اولین گام برای موفقیت مالی بیشتر اینه که متوجه شید شما گرفتار یک الگوی فکری شدید و همین دلیل که ثروتمند نمیشید به محض اینکه این الگو رو شکستید کاری که بعدش باید بکنید اینه که متوجه شید این الگو از کجا اومده چه عادات و الگوهای رفتاری رو از والدینمون آموختیم و چه تأثیری روی ما گذاشتن خود شما چه الگوی فکری رو دنبال میکنید برای رسیدن به چه میزان ثروت برنامه ریزی شدید از کدام استراتژی ناخداگاه برای حفظ موجودی حسابتون استفاده میکنید یک نمای کلی از نحوه برنامه ریزی خودتون رو ارائه بدید این کار رو با نوشتن نحوه برخورد الگوهای زندگیتون با مسائل مالی و اینکه کدوم یکی از گفته های والدینتون در ذهن شما ریشه دوانده و روی رفتار شما تاثیر گذاشته انجام بدید. آیا شنیدن همیشگی این جمله که پولمون نمیرسه باعث شده که باور داشته باشید که پولتون به هیچی نمیرسه؟ تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و فعلیتون به طرز ویژه‌ای میتونه روشنگر باشه. چون به شما این حس رو میده که دارید خودتون رو برنامه ریزی میکنید میزان پول موجود در حساب بانکی شما نشون میده که در حال حاضر, حاضر چقدر پول از پیش تنظیم کردید آیا میتونید پول بیشتری خرج کنید یا باید پس انداز کنید موفقیت یا شکست در سرمایه گذاری های تجاری نشون میده که ما ناخداگاه به سمت سود میریم یا زیان وقتی در طی خودآزمایی فهمیدید که چطور شرطی شدید تنها کاری که باید بکنید اینه که بدونید که این گزینه تغییر طرز فکر رو پیش روی خودتون دارید یعنی افکار جدیدی که به سمت ثروت طراحی شدن رو با تغییر مسیر در دنیای درونیتون یا در افکارتون جایگزین الگوهای فکری قدیمی کنید درس شماره 5 شکستن الگو با رفتارها و اصول راهبردی جدید چقدر خوب میشد که اگه با کتاب خوندن فقط میتونستیم ثروتمند شیم با علم به اصول نظری پشت تولید ثروت یا شنیدن در مورد کارهایی که باید متفاوت انجام بدیم که پول پارو کنیم اما متاسفانه این کار کافی نیست ما باید اطلاعات قدیمی که درباره پول داریم رو در سیستممون بازنویسی کنیم نه اینکه فقط اطلاعات جدید رو به قبلی ها اضافه کنیم در رابطه با پول ما اون روی کردی رو انتخاب کردیم که در سنین پایین مرتبا واسمون بازگو شده اگه میخوایم تغییرشون بدیم باید اصول جدید و بهتری رو در رابطه با پول و ثروت پیدا کنیم و خودمون رو عادت بدیم که اونا رو مثل یه ذکر مدام بسی خودمون بازگو کنیم خصوصا به این معنا هم هست که وقتی روی کرده آدم های ثروتمند رو هر روز غروب با صدای بلند به خودت میگی بذرش رو به آرومی در طرز فکرت میکاری و جای طرز فکر معمولت رو با طرز فکر میلیونی عوض میکنی مثالش هم واسه جذاب میگم من ذهنی میلیونر دارم و پول برای من سخت کار میکنه و پول بیشتر و بیشتری رو در میاره هستن البته فایل های موجود در حافظه داخلی شما تنها در صورتی میتونن مرتب باشند که شما رفتارتون رو آگاهانه تغییر بدید تنها زمانی میتونید چیز جدیدی رو یاد بگیرید که خودتون این کار رو بکنید ما انسان ها مخلوق عادت هستیم و هر کس که میخواد ارتباطش رو با پول تغییر بده نیاز داره که عاداتش رو تغییر بده برای این کار نویسنده آگاهانه الگوی رفتاری که از پدرش به اون رسیده بود رو شکست فروشگاه تناسب اندام برپا کرد و تا زمانی که اون رو به فروشگاه زنجیره موفق تبدیل نکرد و میلیون ها پول به دست نیاورد دست از کار نکشید همچنین ما باید به خودمون یاد بدیم که به طریق درستی رفتار کنیم برای مثال شما توی فروشگاه هستید و میبینید که یک کیف دستی رو به هراش گذاشتن ما معمولا اینطور طور برنامه ریزی شدیم که فکر کنیم بخرش تخفیف خوبی خورده اما این دقیقا همون لحظه ای که شما باید از برنامه جدیدتون استفاده کنید اگه زیر بار قرضم نباید هیچی بخرم با اظهار شفاهی و مداوم افکارتون و با اقدامات مشخص میتونید الگوهای فکری اشتباهتون رو ذره ذره فراموش کنید و یاد بگیرید که چطور مثل یک میلیون رفتار کنید. درس شماره 6. اگه میخواید ثروتمند بشید، باید یاد بگیرید که سرنوشتتون رو توی مشتتون بگیرید. اگه میخواید از نظر مالی موفق بشید، باید این تفکر که شما کسی هستید که زندگی مالیتون رو کنترل میکنه رو درونیسازی کنید. افراد ثروتمند میدونن که خودشون پشت فرمان نشستن یعنی همه کارن. در حالی که افرادی که از نظر مالی ضعیف درن همیشه صندلی عقب میشینن و کنترل درآمد خودشون رو به دیگران واگذار میکنن بسیار شگفت انگیزه که کسایی که در حال حاضر فقیر هستن اغلب نیمی از حقوقشون رو صرف بلیط لاتاری میکنن به این امید که بخت با اونها یار باشه و ناگهان ثروتمند بشن در مقابل آدم های ثروتمند برای ثروتمند شدن قمار نمیکنن یا منتظر نمیمونند که ثروت از آسمون بیفته توی دامنشون آدم های بیپول مکررن در نقش قربانی فرو میرن و هر کی رو بتونن سرزنش میکنن حالا میخواد دولت باشه کارفرماشون باشه یا شرایط اقتصادی اما تا زمانی که متوجه نشید که این خود شمایید که مقیاس موفقیت مالیتون رو تعیین میکنید هیچ چیزی در موقعیتتون تغییر نمیکنه اگه متوجه شدید که شما هم آدمی هستید که دیگران رو به خاطر تنگ دستی سرزنش می کنید یا که در این باره شکایت می کنید باید همیشه به یاد داشته باشید که این خود شماید که مسئول موفقیتتون هستید و بعد به دنبال دلایل شکست بگردید. برای اینکه الگوی مثل قربانی فکر کردن رو بشکنید باید مرتبا یک لیست از معامله هایی که بعد پیش رفتن رو تهیه کنید و تجزیه تحلیلشون کنید که چقدر در معرض خطر بودید آیا سه ماه متوالی در وضعیت قرمزم چون بیش از حد خرید میکنم باید به جای شکایت کردن به روی چیزهایی که میتونید در اونها تغییر ایجاد کنید تمرکز کنید و برای رفاه خودتون یه کاری کنید بعد میتونید آگاهانه در مسیر ثروت قدم بردارید درس شماره هفت میلیونرهای آینده باید نگرش مثبتی نسبت به پول داشته باشند این تفکر که فضیلت و ثروت رو نمیشه با هم داد بین مردم محروم رایجه نه بین میلیونرها برای اینکه ثروتمند بشید باید پول رو هم دوست داشته باشید فقرا اغلب به افکار منفی زیادی درباره ثروت پناه میبرند اونها میترسن کسی اونها رو به خاطر پولشون دوست داشته باشه یا حتی بدتر فکر میکنن که پول اونها رو تبدیل به آدم های بدی میکنه و علاوه از کار و مسئولیتی که با ثروت همراهی میترسن که همین در زمینه های بسیاری عامل باز دارند است کسی که فقط موانع صد راه ثروت رو میبینه و احساس میکنه با شکست مواجه شده فرصت های زیادی رو برای کسب درآمد از دست میده در مقابل آدم های ثروتمند فرصت های خوب و منافع بالقوه تجارت رو میبینند اونها برای ریسک های حساب شده آمادن و همیشه خوشبینن که بعد از از دست دادن پول میتونن دوباره به دستش بیارن مزیتی که بهره از فرصت های مخاطره آمیز داره اینه که ریسک های بزرگ با بازده های بزرگ برابره اگه به طرز خوشبینانه با اشتیاق به فرصت ها توجه کنید و موانع احتمالی رو نادیده بگیرید ثروتتون رشد میکنه همچنین اگه میخواید ثروتمند بشید مهمه که ثروتمندان رو دوست داشته باشید احساسات منفی مثل حسادت و سوء زن که فقرا در برابر میلیونرها دارن اونها رو از دستیابی به موفقیت محروم میکنه اگر ثروتمندان بیزار باشید از روی غریزه هرگز یکی از اونها نمیشید هیچ وقت با ثروتمندان که میتونن توصیه های ارزشمندی در مورد موفقیت به شما بکنن معاشرت کنید بنابراین انتخاب طرز فکر میلیونری به معنی مثبت اندیشی درباره پوله اگه به چیزی که دوست دارید داشته باشید بها به بدید در این مورد ثروت احتمال اینکه به دستش بیارید بیشتر میشه اگه یاد بگیرید که ثروتمندان رو تحسین کنید و به خاطر ثروتشون بهشون قبطه نخورید شما هم میتونید یکی از اونها بشید درس شماره 8 تنها در صورتی میتونید ثروتمند بشید که همه چیز رو به کار بگیرید ثروتمندان از همون اول و ابتدا میدونن که هدفشون ثروته در نتیجه برای رفاه خودشون تعهد بی و شرط میدن کسایی که فقط میخوان ثروتمند بشن اما برای میزان تلاششون و میزان از خودگذشتگیشون برای ثروتمند شدن محدودیت قائل میشن فقیر باقی میمونن فقط کسایی که کاملا به ثروت متعهد باشن و زندگی هاشون رو روی ثروت شرط بستن موفق میشن 16 ساعت کار کردن در روز اون هم به مدت زمان نامحدود و پذیرش اینکه آزادی کمتری خواهید داشت بخشی از این تعهده همچنین به چالش کشیدن خود و اینکه پیوسته روی خودتون کار کنید هم یکی از معلفه های مهمه ثروت تنها در صورتی رشد میکنه که شما رشد کنید اگه میخواید با استراتژی های ثروت آشنا بشید ادامه تحصیل شرکت در سمینارها و مطالعه کتاب های سرمایه گذاری هنگفت مسلما برای شما ضروری هرچقدر هر چقدر دنیای پول رو بهتر بشناسید پول بیشتری خواهید داشت و در پایان تعهد به معنی راه یک تجارت یا ورود به یک صنعت پرسوده چون ثروتمندان معمولا مایلند که به نوعی یک کمپانی داشته باشند با وجود اینکه عامل شانس هم در موفقیت یک کسب و کار نقش داره اما اگه شما اولین قدم رو برنداشته باشید ثروتتون برابر با هیچه منظور از قدم اول ایجاد یک طرح تجاری است که میتونه در آینده سودآور باشه بهترین استراتژی اینه که با اشتیاق و کنجکاوی در صنعتی که میخواید بخشی از اون باشید شروع به کار کنید مهم نیست در چه سمتی هدفتون اینه که رستوران زنجیره ای را بندازید بهترین کار اینه که توی تجارت تهیه غذا مشغول به کار بشید و یه سری ترفند رو از مدیرتون یاد بگیرید اینجا جاییه که بیشتر از هر کجای دیگه میآموزید اگه هیچ ایده ای کسب و کار ابتکاری ندارید میتونید به قافله سایرین بپیوندید در این صورت باید با خودتون پیوام ببندید که میلیونر یا بیشتر میشید و به خودتون کاملا تعهد بدید که ایده های تجاری خودتون رو دنبال کنید درس شماره 9 اگه میخواهید میلیونر بشید کاری دشوار و تحسین برانگیز انجام بدید میلیونرها پول زیاد رو هدف میگیرن در حالی که سایرین فقط آرزوی داشتن یک درآمد مطمئن و کافی رو دارن جهان هم به نوبه خودش این آرزوها رو برآورده میکنه چون میقیاس ثروتی که بهش فکر میکنید نقش مهمی رو ایفا میکنه توازن ساده است بزرگ فکر کردن به اقدامات بزرگ منجر میشه و همین خودش دروازه رو رو به پولهای بزرگ باز میکنه تفکر کوچک در ابعاد کوچک هم به درآمد کوچک منجر میشه اکثر مردم در ارائه خدمات بزرگ در مقیاس بزرگ برای بازار بزرگ مشکل دارن هر کسی که میخواد ثروتمند بشه باید از خودش بپرسه که با کاری که داره انجام میده به چند نفر دسترسی پیدا میکنه به 20 نفر یا که 20 هزار نفر تعداد افرادی که شما با فعالیتتون اونها رو مخاطب خودتون میکنید خودش رو در درآمد شما منعکس میکنه بنابراین این شما باید آگاهانه تصمیم بگیرید که آیا میخواهید به هزاران نفر دسترسی پیدا کنید یا که به تمام جهان خدمات ارائه شده شخصی در چنین شرایطی نامطلوبه به عنوان مثال اگر شما یک ماساژور حرفه هستید از نظر فیزیکی غیر ممکنه که در طول 24 ساعت بتونید به بیشتر از 10 یا 15 نفر مشتری خدمات بدید نهایتا میتونید آرزوی داشتن یک درآمد سوخت جت اما میلیونرهای آینده فقط به این دلیل که زمان یک عامل محدود کننده است برای درآمدشون محدودیت قائل نمیشن به همین دلیلی که دریافت پول بر اساس مدت زمانی که کار میکنید عقیده خوبی نیست افراد ثروتمند و کسایی که میخوان ثروتمند بشن بر اساس زمان پول دریافت نمیکنن بلکه بر اساس کیفیت محصولشون پول دریافت میکنن چون کیفیت هیچ گونه محدودیتی نداره اونها نمیخوان ماساژور بشن بلکه هدفشون اینه که در نهایت صاحب استدیوهای ماساژ زنجیره‌ای بشن و از این طریق به پول برسن و ثروتمند بشن اما اگه یاد نگرفته باشید که در مقیاس بزرگ فکر کنید چی در این صورت منطقیه که خودتون رو با آدم هایی محصول کنید که اونا میخوان یه کار دشوار و تحسین برانگیز انجام بدن به عبارت دیگه اگه میخواید با اوقاب ها پرواز کنید با اردک ها شنا نکنید افراد موفق نه تنها دیگران رو به تفکر جاه شون دوچار میکنن بلکه نشون میدن چه قدم هایی برای موفقیت ضروری است درس شماره ده تنها زمانی میتونید باعث رشد پول بشید که بتونید به درستی ازش استفاده کنید به دست آوردن پول زیاد خودش یک چیزه اما اینکه نظری این پول از دست بره یه چیز دیگه است مواجه شدن با پول با برنامه و مدیریت هوشمندانه از عوامل بسیار مهم دستیابی به ثروت و رفاه هستند خیلی از مردم به اشتباه فکر میکنن که درآمد بالا تنها چیزیه که آدم رو ثروتمند میکنه با این حال راه سنجش میزان ثروت آدم ها دارایی خالص اون هاست. یعنی ارزش نقدی تمام دارایی البته پس انداز و سود سرمایه گذاری هم به حساب میان شما باید تلاش کنید که تا حد امکان درآمد خالص داشته باشید و پولتون رو با توجه به آینده مالی سرمایه گذاری کنید کسایی که مرور کلی بر وضعیتشون رو حفظ میکنن و یک برنامه مالی دراز مدت دارن میتونن تعامل خوبی بین درآمد، هزینه ها و پسندازشون ایجاد کنن ارزشش رو داره که برنامه ریز مالی معتبر داشته باشید که توی این جریان به شما کمک کنه درآمد غیر فعال داشتن هم بسیار مهمه درآمد غیر فعال به پولی گفته میشه که بدون کار کردن به دست میاد مثل بازدهی از سهام یا صندوق های سرمایه گذاری. اگه میخواید ثروتمند بشید باید شروع کنید به مدیریت پول نه اینکه پول هاتون رو زیر تشک قایم کنید فرقی نمیکنه که ملک باشه یا زمین حقیقی یا یک مفهوم تجاری پرآتیه. رازهای زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارن که میتونن پول شما را به سرعت رشد بدن. درآمدتون رو در حسابهای بانکی مختلف بریزید 50 درصد رو واسه هزینه های سربار کنار بذارید و 10 درصد از هر دلاری که به دست میارید رو توی حسابی قرار بدید که تماما برای سرمایه گذاری های کلان یا سایر سرمایه گذاری ها با جریان درآمد غیر فعال است به علاوه ده درصدش رو هم باید به حساب تفریحی واریز کنید که بتونید واسه خودتون یک کار خوب کنید و احساس کنید که میلیونر هستید مثل رفتن به یک رستوران منحصر به فرد و سفارش و گرانترین غذای منو پس انداز کردن هم بخشی از ثروت اندوزی است همچنین بسیار مهمه که هزینه های زندگیتون رو به حداقل برسونید اگه پول زیادی رو با خرید ماشین های قر... گران قیمت و لباس های مارکدار مکررن هدر میدید هرگز ثروتمند نمیشید تنها کسانی که به آینده دراز مدت فکر میکنن و حاضرن از لذت های لحظه چشم پوشی کنن میلیونر میشن درس شماره 11 اگه میخواید موفق و ثروتمند باشید باید دید و ذهنیت خوبی نسبت به خودتون داشته باشید یکی از ویژگی هایی که ثروتمندان رو از کسانی که کمتر پولدار هستند جدا میکنه اینه که ثروتمندان ارزش خودشون رو میدونن و قانع شدن که شایسته ثروتمند بودن هستند کسانی که کمتر پولدار هستند اغلب خودشون رو بیلیاقت میدونن و به خودشون ایمان ندارن اون از نظر مالی ناموفق باقی میمونن چون فکر میکنن ارزشش رو ندارن اغلب ناخداگاه و وقتی نوبت به توضیح پول میرسه عقب میکشن از اونجایی که ثروتمندان به ارزشمندی خودشون ایمان دارن میدونن که چطور خودشون ایده های تجاریشون یا شرکتشون رو معرفی کنن رهبران معمولا ثروتمند هستن چون در این سمت درآمد بیشتری دارن اما برای اینکه بتونید رهبر باشید باید برای خودتون پیروانی پیدا کنید و این اتفاق تنها در صورتی رخ میده که این ایده هاتون رو به خوبی بفروشید به بیشتر کسانی که موفق نیستن گفته شده که منم منم کردن گستاخانه است اما در دنیای تجارت راه و رسم اینه که اگه تو منم منم نکنی کی بکنه اگه خود دست تواناییات حرف نزنی کس دیگه این کار رو واسط نمیکنه اجتناب از تعریف از خود از اصلی ترین دلایل ثروتمند نشدن کسانیه که خودشون رو بیارزش میدونن برای شناسایی ارزشتون و سپس فروشش به دیگران باید فهمید که استعداد شما کجاست چون اینجوری میتونید اون رو در خدمات یا محصولات تجاریتون معرفی کنید و در دسترس افراد زیادی قرارشون بدید شما باید به دنبال محصول مناسب باشید چون این محصول باید چیزی باشه که بتونید 100 درصد ازش حمایت کنید برای این کار بتونید احساس یک میلیون رو داشته باشید برای اینکه بتونید دید و ذهنیت خوبی نسبت به خودتون داشته باشید چه کار باید کرد همون هوایی رو نفس بکشید که ثروتمندان در اون نفس میکشند و با پولی که به دست میآورید خودتون رو مهمون کنید مثلا در یک باشگاه ورزشی سطح بالا یا باشگاه تنیس عضو بشید یا برای صرف قهوه به گرانترین هتل شهرتون برید هر کسی درباره اینکه چطور میخواد ثروتمند بشه خواسته هایی داره اما تنها کسایی که با خودشون ایمان دارن میتونن دیگران رو هم متقاعد کنند که به اونها ایمان بیارن و به طور خلاصه و پیام اصلی این کتاب باید بگیم سطح کامیابی ما توسط الگوهای فکری و رفتاری ما از پیش برنامه ریزی شدن ما وقتی بچه بودیم اونها رو یاد گرفتیم و الان تنها در صورتی میتونیم تغییرشون بدیم که اونها رو آگاهانه بشناسیم و فعالانه یه روی کرده جدید انتخاب کنیم و بذر فکری یک میلیونر رو توی ذهنمون بکاریم خب باید بگیم کتاب به سوالات زیر پاسخ میده سال اول موجودی حساب ما چطور طرز فکرمون رو منعکس میکنه الگوهای فکری خاصی ثروت ما رو از قبل برنامه ریزی میکنن الگوهای فکری ما بر اساس چیزی که والدین درباره پول به ما یاد دادن شکل میگیره ما ناخداگاه استراتژی های درآمدی والدینمون رو تکرار میکنیم سال دو چطور میتونیم بر ساختار فکری که توی بچگی یاد گرفتیم تاثیری بذاریم قبل از اینکه طرز فکرتون رو عوض کنید یه لیست کامل ازش تهیه کنید الگوها رو بشکنید با اصول راهبردی و رفتاری جدید سال سوم اگه بخوایم میلیونر بشیم باید چه نگرشی رو درباره ثروت و پول بپذیریم اگه میخواید ثروتمند بشید باید یاد بگیرید که سرنوشتتون رو توی مشتتون بگیرید میلیونرهای آینده باید نگرش مثبتی نسبت به پول داشته باشند تنها در صورتی میتونید ثروتمند بشید که همه چیز رو به کار بگیرید اگه میخواهید میلیونر بشید کاری دشوار و تحسین برانگیز انجام بدید تنها زمانی میتونید باعث رشد پول بشید که بتونید به درستی ازش استفاده کنید. اگه میخواید موفق و ثروتمند باشید باید دید و ذهنیت خوبی نسبت به خودتون داشته باشید. خب ممنونم ممنون از اینکه با ما همراه بودید. شنوندگان خوب سایت سوخت جد و امیدوارم که از این کتابم لذت برده باشید و تمام تمرینهاش رو حتما نکته به نکته اجرایی کنید شما عزیزان میتونید برای دانلود کتاب های صوتی و پادکست های بیشتر هم به سایت سوخت جد مراجعه کنید ممنونم از همراهیتون خداوند یار و نگهدارتون